بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان عزیز، نذیر نوری هستم، ترنر موارد انگیزشی و موضوعات در رابطه با شاد زیستن، درست زیستن، طرز درست ارتباط برقرار کردن، طرز درست حرف زدن، طرز درست برخورد کردن و همچنان طرز درست فکر کردن که همیشه در این راستا همکار بودیم و جوانا، و امروز از طریق چینل شبکه نبوغ در خدمت شما عزیزا و دوستا قرار داریم و خیلی زیاد خوشحال هستم. خداوند سپاسگزار هستیم تا اینکه به ما یک توانایی بخشید و در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم، و میخوایم در رابطه با چینل انگیزشی نبوغ اندک معرفت حاصل بکنین، به شما معلومات ارائه بکنم. عزیزا، ما تحت چینل نبوغ میخوایم برنامه های ارتقای ظرفیت و یعنی ارتقای سطح دانش و سطح فکری جوانان را از این طریق بلند ببریم، و میخوایم یک انقلاب فکری را در جوانان به میان بیاریم، به وجود بیاریم. این که یعنی واقعا تمامی شکست ها، ما بری باور هستم، یعنی شکست ها فعلا فیزیکی وجود ندارد، اکثریت شکست ها شکست های ذهنی هستند که عزیزای ما، دوستای ما، جوانان عزیز ما امروز در یک ثقل فکری منفی افتیدند و اونا فکر میکنند که گویا ما شکست خورده هستیم، فکر میکنند ما نمیتونیم به جایگاه برسیم، فکر میکنند ما نمیتونیم موفق شویم، فکر میکنند ما نمیتونیم به اهداف و رویاها و برنامه هایی که داریم در زندگی خود برسیم. یعنی همه این همه بحث ها و شکست ها همه ذهنی هستن. خب جهان هستی را پروردگار عالم طور خلق کرده، یعنی ما همیشه یک بار هر آن چیزی را که میخوایم خلق بکنیم، یک بار قبل از فیزیک او را در ذهن خود ما طراحی و دیزاین میکنیم. هر آنچه در ذهن ما میگنجد و پرورش میتیم، او را میاریم در جهان فیزیکی خود. اگر یک انجینیر میخواهد یک بیلدینگ آباد بکند، در قدم نخست او را در ذهن یک طراحی و دیزاین دارد و بعد او را میاد دوباره در ورق و بالاخره میاد در جهان فیزیک را ایجاد میکند. بنابراین ما خود ما خالق زندگی خود و خالق رویاها و اهداف و برنامه های خود هستیم، و خیلی وقتها ما خود گول میزنیم اجزا و نمیفهمیم که ما توسط افکار ما، توسط باورهای ما، توسط آنچه در ذهن خود خطور اجازه خطور برش میدهیم، ما یک زندگی ناخوب را به خود رقم میزنیم. بنابراین ما میخوایم این بحث ها را همیشه داشته باشیم از طریق چینل یوتیوب البته نبوغ، که شما همیشه ایره تعقیب بکنید، فالو بکنید، سابسکرایب بکنید، و انشالله بحث هایی که یعنی خیلی به طبقه قشر جوان امروزی ما خیلی زیاد مهم است و ما میخوایم که در این بخش ها کامل همکاری داشته باشیم، و همچنان میخوایم از طریق شبکه نبوغ یعنی یک افغانستان کاملا عالی و کاملا سرشار از مهر و محبت و فرزن سرشار از این همه خوبی هایی که در این وطن هسته، یک تصویر حقیقی از این به همه جهان ما بنمایانیم و نشان بتیم، و هر آن یک سلسله مشکلاتی هم که وجود دارد او را هم ما نشان بتیم به جهان، و یک سلسله خوبی هایی که هسته ما نمیتونیم او را چشم پوشی بکنیم. میخوایم یعنی کاملا یک میدیای، یک چینل کاملا متفاوت از همه میدیاها داشته باشیم، از همه چینل ها، از همه بحثایی که پیش میبرن داشته باشیم. اگر ما یعنی یک گیلاس را متوجه هستیم که یک قسمت از آب دارد، یک قسمتش خالی هست، ما نباید تنها تمرکز خود ببریم دنبال قسمت خالی گیلاس. یعنی یک قسمت که آب دارد او را باید فراموش نکنیم و او را در ذهن داشته باشیم، و ما بری باور هستیم گرچند چالش ها، مشکلات، مصائبی وجود دارد در کشور ما، اما یک سلسله خوبی های هم وجود دارد که به ما انرژی میده، انگیزه میده، امید به آینده میده. یکی از دلایلی که فعلا ما در یک ثقل ذهنی شکست خوردگی افتیدیم اجزا همی است که همه جوان ها یا اکثریت جوان ها امید خود به آینده باختن و امید ندارند که فردای باشد نباشد و چی کارهای انجام بده، و انشالله این همه بحث ها را شما بیننده باشین و شنوا باشین از شبکه، از چینل شبکه نبوغ، که انشالله در صدد فعلا فعالیت های اینترنتی گسترده داریم، به زودترین فرصت میتونیم که را در چینل های تلویزیونی هم داشته باشیم و پخش بکنیم، و یعنی کاملا یک برنامه متفاوت انگیزشی و انرژی بخش را شما از اینجا داشته باشین و همیشه فالوور دزی باشین، و تمامی برنامه هایی را که شما میبینین عزیزا حتما برنامه های ما کمک میکنه حداقل به شما یک ارزش اضافه بکند و یک همکاری داشته و انجام بده بر شما. بنابراین
میتوان اگر شما علاقمند هستین، اگر دوست دارین، شما میتوانین که امی ارزش به دوستایتان توسط به اشتراک گذاشتن این ویدیوها علاوه بکنین و این موارد و این کمک هایی که شما از این طریق میگیرین این را به اشتراک بگذارین به دوستانتان تا که یک کمک بتونین به او طبقه دوستانتان که اونا هم در یک ثقل فکری ناخوب قرار دارند به اونا انجام بتین و اونا روحیه بگیرند و اونا بالاخره بیان به یک ثقل فکری خیلی خوب و مثبت. دیگه انشاءالله بحث های ما ادامه دار خواهد بود. من خواستم تحت ذکری فقط شما در رابطه با شبکه نبوغ و شبکه نبوغ چی فعالیت های را انجام میده روی چی موارد، یک از بخش های کاری مامی است که یعنی ما برنامه ها و دیدگاه های بسیار برجسته به خاطر ارتقای ظرفیت جوان ها داریم که انشاءالله ما ترجیح میتونم که لطفا کلیپ هایی که از اینجا به اشتراک گذاشته میشه شما مس نکنید و ایره داشته باشین. پس خداوند یار و مددگارتان، انشاءالله برنامه های بعد در خدمت خواهیم بود.